سلام، به صفحه دو خوش آمدید. من فرناز قاضی زاده هستم. پدر امیر حسین مرادی، یکی از سه معترض آبان که به اعدام محکوم شده، در منزلش خودکشی و فوت کرد. او در آخرین پست اینستاگرامیش خطاب به پسرش نوشته بود: دارم کم میارم. در پرونده های متعدد بسیاری از خانواده ها از فشاری میگویند که توسط ماموران امنیتی به آنها وارد میشود و هر اقدام آنها را مؤثر در پرونده عزیزشان اعلام میکنند. پرونده امیر حسین مرادی به همراه سعید تمجیدی و محمد رجبی حدود دو ماه پیش در دادگاه عالی اعاده دادرسی شد و فعلا حکم اعدام آنها متوقف مانده. بابک پاکنیا، یکی از وکلای پرونده، میگوید خانواده از طرف افرادی در خارج از کشور تحت فشار برای گفتگو بودند، در حالی که بر کسی پوشیده نیست که در داخل هم همواره خانواده زندانیان از طرف نیروهای امنیتی تحت فشارند که با کسی گفتگو نکنند. این دوگانه یک بار دیگر دعوا و بحثی قدیمی را طرح کرده. چه راهی برای خانواده و فرد زندانی بهترین راه است؟ چطور می شود حقوق فرد زندانی را در نظر داشت؟ برای بحث مهمان داریم. مهدی محمودیان، فعال سیاسی و مدنی از تهران با ماست. عمار ملکی، استادیار دانشگاه تیلبرگ و منتقد عملکرد فعالان در داخل ایران هستند که باشون صحبت می کنیم. و همینطور سعید دهقان، وکیل پرونده‌های سیاسی. خوش آمد میگم به همه مهمانان برنامه. آقای محمودیان، اول از شما میخوام بپرسم، شما پدر آقای مرادی رو از نزدیک دیده بودید، میشناختید، در روزهای آخر چه حس و حالی داشت، چه فضایی حاکم بود بر وضعیت او؟ عرض کنم خدمتتون که من میخوام قبل از اینکه بحثم رو بکنم بگم که مسئولیت هر نوع اتفاقی که در مورد نقض حقوق بشر در ایران میفته بر عهده فقط حکومت جمهوری اسلامی که زندگی مردم رو از زندگی نرمال محروم کرده. مسئولیت اعدام غیرعادلانه، نوید افکاری ها، فشارهای غیرقانونی وارده بر روح و روان و جان خانواده ها و که عزیزانشون تو بندن، به طور مطلق بر عهده نظام و دستگاه قضاییه که روزانه در حال نقض آشکار حقوق شهروندان خودش است. بحث هایی که از اینجا به بعد میکنم و در حرف هایی که میزنم ذره ای از مسئولیت حکومت در این زمینه کم نمی کنه و صرفا دارم سعی میکنم با گفتگو و بحث به راهکارهایی برسیم که در قالب فعالیت های حقوق بشری بتوانیم درد و آلام خانواده ها رو کاهش بدیم، نه اینکه باری بر فشارهای وارده بر اونها باشه. بسیار خوب. به همین میخوام قبل از اینکه وارد مصادیق بشم، اگه اجازه بدید، من یه چند نکته رو در مورد نگاه‌های مختلفی که در زمینه حقوق بشر هست ارائه بدم و بعد در مورد این مصداق مشخص صحبت بکنم. آیه محمودیان، ما وارد اون بحثا حتما میشیم. من فقط میخوام قبل از هر چیز، چون به هر حال این اتفاق دیروز افتاده، خیلی ها پدر آقای مرادی رو نمیشناسن، تازه متوجه شدن که او براش چه اتفاقی افتاده. من میخوام صدایی باشید برای او، میخوام مردم بدونن که چه اتفاقی برای خانواده مرادی افتاده. بعد از اعدام نوید افکاری، اعدام ناعادلانه نوید افکاری، خانواده سه جوان عزیز آبانی که زیر حکم اعدام قرار داشتن توسط به شدت ملتهب بودن و نگران از این که خدای نکرده حکم عزیزان اونها هم اجرا بشه و یا سرنوشت اونها دچار بشه. با این حال متاسفانه در همون حین خانومی از خارج از کشور تماس میگیره و این خانواده ملتهب و نگران رو نگران‌تر می‌کنه. بهشون به طور مستقیم میگه که بچه شما در نوبت اعدام قرار داره، شما نشستید، سکوت کردید و سرنوشت و بچه‌تون احتمالاً در آینده نزدیک اعدام میشه و فقط اینا منتظرن که آبا از آسیاب بیفته، فضا آروم‌تر بشه و اعدام بکنه. شما اگر سکوت بکنید، باید برید و حالا با نقل به مضمون سر قبر بچه‌تون گریه بکنید. خب این باعث میشه که فشارهای روحی و روانی که به خانواده بود افزایش پیدا بکنه. همون موقع خانواده، یکی از اعضای خانواده تماسی گرفتن و متنی رو گذاشتن که
نگران هستم و به شدت دچار مشکل شدم. من جمعه هفته پیش، یعنی جمعه که گذشت، نه جمعه قبلی، رفتم منزلشون یه چند ساعتی خدمت پدرشون این مرحوم بودم و باهاشون صحبت کردم. سعی کردم که تبعاتی رو که این اتفاق ایجاد کرده، اون تماس ایجاد کرده بود و همینطور فضای تلخی که بعد از اعدام ناعادلانه نوید افکاری به وجود اومده بود رو آروم بکنم، برای همین رفتیم صحبت کردیم. وکلا قوت قلب دادن، بله. گفتند که این پرونده متوقف شده، اعدام و اعاده دادرسی در حال پذیرشه و تقریبا پذیرفته شده. اما ظاهرا گفته ها و امیدهایی که ما دادیم مثمر ثمر واقع نشد، تا صحیح. اینکه دیروز صبح در حالی که امیر حسین بیمارستان اعزام شده بود برای تزریق دارو، بله. متاسفانه صبح جنازه پدرشون در زیرزمین خونشون پیدا میشه. بله. من میخوام بگم بفرمایید که اون من مواردی رو که میخواستید بفرمایید برای بحث بفرمایید، چون میخوام بقیه آقایون هم وارد بشن. عرض کنم خدمتتون که من دو نوع نگاه در زمینه حقوق بشر در بین اکتیویست های ایرانی میبینم، که البته حالا شاید در بقیه دنیا هم باشه. یه نگاه این هست که حقوق بشر وسیله‌ایه و ابزاریه برای تضعیف یا تقویت یک نظام سیاسی یا یک جریان سیاسی. لذا اگر اعدام در نظام جمهوری اسلامی جنایت هست، ولی در زمان رژیم پهلوی اعدام مخالفینه یا برخورد قانونیه، یا بالعکس اگر در رژیم گذشته اعدام به معنای جنایت هست، در جمهوری اسلامی به معنای دفاع از امنیت ملی تلقی میشه، چون حقوق بشر رو ابزار میدونن برای تقویت. یه نگاه دوم هم هست که حقوق بشر رو به ماهو و حقوق بشر مورد توجه قرار میده و خود رو به دفاع از حقوق بشر ملزم میدونه. لذا فرقی نمیکنه دفاعش از حقوق بشر به نفع جمهوری اسلامی باشه یا در مخالفت جمهوری اسلامی باشه. این دو نگاه ما به دو پاسخ متفاوت در هر زمینه برسیم، که من میخوام از اینجا به بعد ضمن تأکید دوباره بر این که هیچ کدوم از این حرفایی که میزنم ذره ای از مسئولیت جمهوری اسلامی در رفتارهای ناقض حقوق بشر اتفاق نمیفته، ذره ای از این مسئولیت کم نمی کنه، میخوام با تمرکز بر این دو نگاه بحثم رو در مورد رسانه ها و موضوع رسانه ای ادامه بدم. این در سالهای اخیر متاسفانه افراد زیادی بودند که با اطلاع رسانی یا بی اطلاع رسانی، با سکوت یا بدون سکوت، اعدام یا از اعدام نجات پیدا کردن. لذا رسانه‌ای کردن موضوعات به ذات موضوع مناسبی، یعنی موضوع خوب یا بدی لزوما نیست. بله. هم رسانه‌ای شدن تونسته از اعدام جلوگیری بکنه در سالهای اخیر، هم رسانه‌ای شدن باعث تشدید مجازات شده. متوجه. ما داریم آقای محمودیان، چون این بحث بحثی است که من میدونم که آقای دهقان هم خیلی در موردش حرف دارن. آقای دهقان، شما هم نظر دارید در این موضوع؟ به نظر شما این کوتاه فقط جواب بدید همه آقایون، برای اینکه این بحث بحثی است که می‌خوایم حتما به نتیجه برسه، باید رسانه‌ای کرد یا نباید رسانه‌ای کرد؟ به عنوان وکیلی که این پرونده‌ها رو شما قبول می‌کنید، نظرتون چیه؟ ببینید، یک حکم کلی و مطلق وجود نداره. ما کیس بای کیس باید عمل بکنیم. در بعضی از کیس ها رسانه‌ای شدن کمک میکنه، در بعضی از کیس ها ضربه میزنه. زمان رسانه‌ای شدن اما از همه اینا مهمتره. یعنی در واقع ما همیشه توصیه میکنیم به خانواده های در واقع موکلین که روزهای اول، حتی ساعتهای اول بازداشت، به هیچ وجه سکوت نکنن، چون روزهای اول و ساعت آغازین، حتی اکثر در ظرف یک هفته، خیلی اتفاقا ممکنه بیفته که هم میتونه آسیب بزنه به فرد بازداشت شده و هم به اطرافیان و بستگانش، برای اینکه وقتی قرار باشه چیزی خبری نشه، در واقع خیلی ها بی اطلاع هستن و آسیب تقریبا میتونم بگم جدیه. ضمن اینکه مسئله اطلاع رسانی هم باز متفاوته، اینکه اطلاع رسانی محدود باشه یا گسترده. گاهی وقتا روزهای آغازین اطلاع رسانی در واقع از سوی
خانواده ها به شکل محدود میتونه کمک بکنه هم به اون فرد هم به خانواده. در این حال بعضی از پرونده ها زمان بازجویی، زمان روزهای آغازین که به طرف رسانه میشه کمک میکنه، فشار رو از اون فرد دستگیر شده کم میکنه. دقیقا در همون پرونده یا پرونده مشابه ممکنه در این مقطعی که در پرونده در دادگاه هست یا وکلا در حال مذاکره هستند، رایزنی میکنند و طبیعتا گفتگو یکی از روش‌های دفاع در پرونده‌های حقوق بشری هست. طبیعتا در اون مقطع خب رسانه شدن ممکنه آسیب بزنه و اتفاقا اونجا محور اصلی بحث اینجاست که رسانه یه پلتفرمه و اینکه رسانه بشه یا نشه رو قاعدتا باید وکیل تشخیص بده. اما خب در هم تنیده بودن فعالان سیاسی، فعالان حقوق بشری و فعالان رسانه‌ای وقتی تقسیم کار صورت نمیگیره، وقتی در هم تنیده کار میکنن، فعال حقوق بشری ما کار رسانه‌ای میکنه، فعال رسانه‌ای ما کار سیاسی میکنه، فعال سیاسی ما میخواد کار حقوق بشری بکنه، خب به جای اینکه مکمل همدیگه باشن و همدیگه رو تکمیل کنن، گاهی وقتا همدیگه رو تخریب میکنن و ناآگاهانه ضربه میزنن به موکل. تو اینجا در واقع خط قرمز ما جان و زندگی یک انسانه که الان به عنوان موکل ما وظیفه داریم حق زندگیش رو تضمین کنه. بله. آیه ملکی شما نظرتون چیه؟ من میدونم که به هر حال انتقاداتی مطرح شده، شما هم دیدم در توییتر که نظراتی داشتید در این زمینه. نظر شما چیه راجع به اتفاقاتی که به خصوص اخیراً در مورد پرونده افکاری و این پرونده اخیر افتاده؟ من ابتدا میخوام تسلیت بگم به خانواده مرادی و امیدوارم که واقعا این اتفاقات یک جایی تمام بشه در این کشور واقعا تاریک، روزهای تاریک ایران. ببینید من یک نکته رو بگم، بنده از 3 سالگی تا 8 سالگی پدرم در زندان بوده. موقعی که سر سفره عقد بودم پدرم در زندان بود با 10 تا مأمور آوردنش. موقعی که به خارج اومدم اینجا برای تحصیل و به نوعی در تبعید بودم باز هم پدرم زندانی بوده. تقریبا 4 دهه جمهوری اسلامی در تمامی دهه‌هاش میشه گفتش که من زندان رو عنوان خانواده زندانی کشیدم و پدر منم در سالهای از 40 سالگی تا 60 سالگی تا 75 سالگی در سنین مختلف زندان بوده. یک کسی هستم که در این حال هم با خانواده های زندانیان سیاسی هم مفصل ارتباط داشتم، به دلیل که وقتی پدرم زندانی میشد بسیار از اونها دستگیری های فله ای بودش و میدونم که جمهوری اسلامی تنها زمانی ممکنه کمی فشار رو از روی زندانی برداره و به نوعی مجبور بشه که حداقل هم اطلاع رسانی کنه، هم حداقلش که اجازه بده زندانی تماس بگیره تا حدودی عقب نشینی کنه از اون پرونده سازی که داره انجام میده، که بدونه که رسانه‌ای میشه، خبرش رسیده میشه، یک فشار رسانه‌ای و اگر هم امکانش داشته باشه که فشار بین‌المللی بیاد. در هیچ شرایطی غیر از این نیستش که جمهوری اسلامی در یک حالتی که رسانه‌ای نشه وضعیت زندانی بهتر بشه. در مورد اینکه حالا ما هم نمونه هایی داشتیم که رسانه‌ای شده اعدام شده، هم نمونه هایی داشتیم که رسانه‌ای شده اعدام نشده، من میتونم بگم اگر در این مسئله کار آماری بشه مطمئنا میشه به صورت مشخصی دیدش که کسانی که در صدد رسانه‌ای کردن از اول، همونطوری که آقای وکیل هم گفتن، حتی در بسیار مقطع حساس که ابتدا دستگیر میشن رسانه‌ای کردن، بیشتر تونستن که جان اونها رو نجات بدن یا شرایط رو به نوعی تغییر بدن. البته جمهوری اسلامی که حکومت نرمال نیست، رفتارهاش غیر قابل پیش بینیه. گاهی اوقات برای اینکه بتونه همین پیام رو بده که فکر نکنید اگر رسانه‌ای بکنید من مثلا اقدام نمی‌کنم، نوید افکاری ها رو اعدام می‌کنه، اینها رو می‌دونیم، یا ریحان جباری ها رو اعدام می‌کنه علی‌رغم مخالفت‌هایی که هست، اینها برای همین هستش که بتونه این بازی رو بکنه. اما متأسفانه اون چیزی که می‌بینیم که در صحبت‌های آقای محمودیان هم هستش و یک رویه‌ای شده این هستش که ما سعی می‌کنیم بگیم که بله البته جمهوری اسلامی مقصر اصلی است، اما سعی کنیم بالاخره بخشی از تقصیر رو هم بندازیم بر گردن یک عده‌ای که فرزند اومدن اعلام کردن که شما تماس بگیرید. من نمی‌دونم اون جریانی که حالا گفته میشه که خانومی تماس گرفته، اگر کسی از بعد اعلام بشه کیه، نمیدونیم چه گفته. اگر این روایت که آقای محمودیان میگه یک خانومی زنگ زده و گفته که شما اگر مصاحبه نکنید این وضعیت میافتاده، این چیز خیلی عجیبی نیست. بارها و بارها فعالان حقوق بشر گفتن به خانواده ها که اگر سکوت کنید گرفتاری فرزندانتون بیشتر میشه. حالا اینکه بعضی از فعالان حقوق بشر فرزند نمیدونم گرایشات دیگه ای دارن و اینها، اون بحث دیگری است. مثلا اتفاقا دعوای سیاسی است که آقای محمودیان درش درگیر هستن با فعالان حقوق بشر، وگرنه یک فعال حقوق بشر اساسا رسانه‌ای کردن زندانی شدن یا حکم یک زندانی یا کسی که محکوم به اعدامه جزء حقوق بشرشه. شما اگر در هر جای دنیا با این حرف آقای دهخان موافق هستید آقای ملکی، که آقای دهخان میگن که این باید دست وکیل پرونده باشه، وکیل پرونده کسی هست که تشخیص میده در این مرحله آیا رسانه‌ای کردن به نفع موکلش هست یا نه. آیا شما با این حرف او موافقید؟
اینی که شما میفرمایید در چارچوب یک حکومت غیر عادی قاعدتا داریم صحبت میکنیم، در جمهوری اسلامی. در هیچ جای دنیا همچین مسئله نیستش که شما بگید یه نفر دستگیر شده و به نوع اعلام اون به عنوان یک رسانه‌ای کرده مفهومی که در صدر اطلاع رسانی بشه، این مسئله ای که بخواد در موردش تصمیم گیری بشه. حق خانواده هست و اتفاقا مشکل اینجاست که بسیاری از خانواده هایی که الان در این سالهای اخیر درگیر این مسائل شدن اصلا خانواده هستن که هیچ درگیری سیاسی نداشتن. شما فرق داره با خانواده هایی که فرزند در یک دوره طرف فعال سیاسی بود زندانی میشد. کسانی که اصلا نمیدونن و اینها باید بهشون اطلاع رسانی بشه که جمهوری اسلامی در شرایطی که هیچ خبری نیست چه بلایی سر جوان ها و گرفتاران میاره. متشکرم. آقای محمودیان میخواین پاسخ بدید به آقای ملکی؟ من اول میخوام ابراز امیدواری کنم که من چون از این نظرسنجی های آقای عمار استفاده میکنم بعضی موقع ها، خواهم ابراز امیدواری بکنم که مثل این اظهاراتی که الان داشتن که اگر آمار بگیریم حتما اینجوری میشه نتیجهش، اون بقیه آماراشون هم در همین حد نباشه که حتما همینجوری میشه. اول نظرشون رو بدن بعد آمارشو بگیرن. عرض کنم خدمتتون که من باز همین رو تاکید میکنم که اظهارات آقای، بدون اینکه قصد ارزش گذاری داشته باشم، اظهارات آقای ملکی رو بر این اساس میدونم که ایشون نگاهش به بحث حقوق بشر تسویه حساب با جمهوری اسلامیه یا با هر جریان سیاسی دیگه‌ایه و نه نگاهش به اصل حقوق بشر. این که اصرار دارند که مصاحبه کردن، اطلاع رسانی کردن حق یک خانواده هست یا نیست، هیچ شکی توش نیست. یک خانواده حق داره اطلاع رسانی بکند یا نکند. اما واقعیتش اینه که دوستان ما فراموش کردن که در کجا داریم، در مورد کدوم کشور داریم حرف میزنیم. یه زمانی در آمریکا مثلا میگفتن اگر سیاه‌پوستی بشینه روی صندلی $2 نمیدونم چند دلار جریمه میشه. برای همین یه عده تصمیم گرفتن اون جریمه رو پرداخت بکنن و برن اون قانون ضد حقوق بشری رو نقضش کنن. ما توی جمهوری اسلامی یه حکم محاربه داریم که قاضی میتواند به یک سال تبعید در یک شهرستان دیگه، یعنی حتی نه در زندان، حکمش رو تبعید بده در یک شهرستان دیگه و همون قاضی همون عمل رو میتونه حکم اعدام بده و اجرا بکنه. ما داریم در مورد چنین کشوری حرف میزنیم و سقف و کف این حکم هم دست شخص قاضیه. تو پرونده های سیاسی هم غالبا در اختیار نهادهای امنیتی و حتی میخوام بگم در اختیار یک فرد امنیتیه که میتونه بر حسب هر اتفاقی که میفته نظرش رو از اون یک سال به اعدام یا از اعدام به اون یک سال تبعید تبدیل بکنه. ما چجوری میتونیم در مورد چنین دستگاه قضایی وقتی در چنین شرایطی زندگی میکنیم بیایم در مورد این که همه پرونده ها باید سیاسی به اطلاع رسانی بشه یا همه پرونده ها نباید اطلاع رسانی بشه اظهار نظر بکنیم؟ ببینید کار به وقتی نگاه از حقوق بشر تبدیل بشه به نگاهی که میخواد تصویر حساب سیاسی بکنه کار اینجوری. اما آیا شما فکر میکنید که کسانی که الان دارن در داخل ایران فعالیت میکنن کار به جایی میرسه که اگر کسی در داخل کشور فعالیت حقوق بشری بکنه، حتی در سطح خانم نسرین ستوده، و بیاد تمام زندگیشو وقف کار سیاسی بکنه، بیاد در وقف دفاع از حقوق زندانیا بکنه، متهم میشه توسط همین افرادی که چنین دیدگاهی رو دارن به عامل جمهوری اسلامی. اگر نرگس محمدی از داخل زندان در برای حقوق زندانیان تلاش میکنه، سالها تلاش کرده، تبدیل میشه به عامل جمهوری اسلامی. برای اینکه اساساً حقوق بشر از موضوعیت میفته، حقوق بشر میشه یک ابزاری مثل بقیه ابزارها که شما میتونی ازش استفاده کنی برای تضعیف رقیب سیاسی. متوجه شدم. من میخواستم اینجا یه سوالی رو مطرح کنم ولی ترجیح میدم بذارم آقای ملکی به حرفای شما پاسخ بدن. بفرمایید ملکی. آقای محمودیان سفسطه میفرمایم. آقای محمودیان و دوستان اصلاح طلبشون که الان دارن مدافع خانم نسرین ستوده و نرگس محمدی شدن، ما یادمون هستش آقای محمودیان، ما از این جوانای 25 سال 30 ساله نیستیم. زمانی که خانم ستوده در اعتراض به اینکه حق وکالت رو ازش گرفتن در جلوی کانون وکلا تحسن کردش، دوستان شما بودن، احتمالاً شما خب موقع حالا زندان بودید یا نمیدونم درسته، دوستان شما بودن که همه پیام فرستادن گفتن که این کارو نکن، محکوم کردن، مسخره کردن، حمله کردن به ایشون. شما امروز اگر اومدید میگید که از دفاع میکنید خانم نرگس محمدی نسرین ستوده، من از شما بیشتر دفاع کردم. آقای ملکی میشه راجع به امروز صحبت بکنید؟ الان بحث ما بحث امروزه. اشاره هایی میکنن که ظاهرا یا بی خبر هستن. بعد آقای محمودیان شما براتون حقوق بشر و دفاع از
خانواده های زندانیان سیاسی که در یک زمینه های واقعا زحمت هم کشیدید از سال 88 شروع شده. شما مبدأ تاریخیتون اونجاست. من براتون گفتم چه سال شروع شده برای من مسئله زندانیان سیاسی، که بدونید که این چیزی که شما دارید میگید و بنده به عنوان آمار میگم، ادعا میکنم، حاضرم هستم روش تحقیق بکنم، به دلیلی که 28 سال قبل از اینکه شما بخواید وارد این بشید تمامی اینها رو دیدم و میدونم که در چه شرایطی اینها به اصطلاح تاثیرگذار هست اطلاع رسانی یا نه. نکته دیگه این که بله، مشکل ما در مورد حقوق بشر با جمهوری اسلامیه. شما به قول معروف شیره را خورد و گفت شیرین است. اگر جمهوری اسلامی نقض حقوق بشر نمی‌کرد که ما مشکلی نداشتیم. بنده در هلند فعالیت حقوق بشری نمی‌کنم، دانشگاه درس میدم، به دلیل اینکه اینجا نیازی نیستش که بنده در این مسئله دخالت بکنم. حقوق بشر رعایت میشه، اگر هم مشکلی باشه ساختار قضایی بهش پاسخ میده. این بدیهی است که اگر کسانی که فعال حقوق بشر هستن با مسئله سیاست در ایران، با ساختار سیاست در ایران درگیر هستن. اگر فرصت بود براتون توضیح میدادم که در علم سیاست اساسا حقوق بشر با ساختار سیاسی چقدر پیوند داره. تحقیقات مختلفی هستش که نشون داده که ساختارهای سیاسی ممکنه نتونن حکمرانی خوب رو بیارن، منظورم دموکراتیک، ساختارهای دموکراتیک ممکنه نتونن رشد اقتصادی رو بیارن، اما یقینا تنها چیزی که به لحاظ تجربی ثابت شده رابطه رعایت حقوق بشر و ساختار سیاسی دموکراتیک هستش. شما اینها رو چون من فکر می‌کنم آقای دهخان هم خیلی ساکت مونده. آقای دهخان شما هم بفرمایید، چون من فکر می‌کنم که شما کلا قضیه رو خیلی حقوقی می‌بینید تا سیاسی و قضایی به نوعی. قطعاً، برای اینکه حقوق بشر یک بحث حقوقیه و اگر سیاسیون درش دخالت نمی‌کردن، فرق نمی‌کنه در تمام دنیا، داخل کشور یا خارج کشور، شاید حقوق بشر حقوقی میموند و در بحث تخصصی میشد در موردش حرف زد. و البته با توجه داشته باشین که این دوگانه بین داخل و خارج، فعالان داخل فعالان خارج، دوگانه جالبی نیست و اصلا قابل دفاع نیست. اصلا در دنیای امروز مرز بین فعالان حقوق بشری داخلی و خارجی اصلا مرز نداریم. اگه مرزی هم هست بین بحث‌های تخصصی است که هر کی توی سکشن خودش باید کار بکنه، کار تخصصی خودش رو انجام بده و درست هم عمل کنه، و البته شاخص اصلی هم باید حسن نیت باشه. یعنی واقعیتش اینه که ما همونجوری که در داخل کار حقوق بشر مثلا سالهای سال یک فرد سیاسی، تمام معنا سیاسی، و در حوزه تخصصی فیزیک میشه رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، خب این جای سوال داره، ایراد داره. ما این رو ایرادم گرفتیم و بارها هم گفتیم و بازم میگیم، این یعنی اینکه سیاسی کردن حقوق بشر. این در داخل. در دنیا حتی اگه آنگ سان سوچی هم که باشی، جایزه سال نوبل برای حقوق بشر هم بگیری، وقتی به قدرت میرسی کار سیاسی میکنی، اون جایزه را ممکن ازت پس بگیرن. برای این در تمام دنیا اون چه که مسلمه، درسته ما تو دانشکدهمون دانشکده حقوق و علوم سیاسی بود، اما الزاماً در هم تنیدگیشو نمیخوام رد کنم، ولی الزاماً تخصصاش یکی نیست، بعضی از ترم‌ها شبیه همه. من فکر می‌کنم آقای دهخان اگه بخوایم در مورد ایران صحبت بکنیم، آقای محمودیان خودش وقتی که وارد زندان شد خودشون هم فکر کنم قبول دارن فعال حقوق بشری نبودن اون موقع، به عنوان فعال سیاسی زندانی شدن، رفتن اونجا وضعیت زندانی‌ها رو دیدن، به نظر میاد که بعد از اون بود که مسئله حقوق بشر براشون شروع شده، اونطور که خودشون هم آیا در واقع ملکی هم الان گفتم. ولی بحث این هستش که آیا واقعا میشه اینها رو از هم جدا کرد اونطور که شما از آغاز بحث گفتید؟ به هر حال الان یه عده زیادی فعال هستن در عرصه رسانه، در عرصه سیاست، در عرصه حقوق بشر، که به نظر میاد در خیلی از جاها اینها با هم قاطی میشه علاقشون و در واقع اون رفتاری که نشون میدن. آیا واقعا میشه اینها رو از هم جدا کرد؟ ببینید، شاید اگه بگم 100% میشه، بحث آرمانی میشه. من از وضع مطلوب که قرار نیست صحبت کنم، از وضع موجود صحبت میکنم. وضع موجود فاصله عمیقی داره با وضع مطلوب که این گپ عمیق رو نمیشه به راحتی این شکاف رو پر کرد. اما میشه این رو به عنوان روش پیشنهاد کرد. ببینید، اگر در به شکل بنیادی بخوایم راه حل بدیم، باید فعالیت سیاسی که در ورود به احزاب هست برای کسب قدرت جدا بشه از فعالیت حقوقی که دفاع از حق حیات انسان هاست. ما در مورد حقوق بشر وقتی حرف میزنیم، حق زندگی در واقع محور اصلی بحث هست. طبیعتاً اگر قرار باشه که رسانه ها هم کمک نکنن، خب ما اینجا بیپناهی در واقع موکلینمون رو و افراد بازداشت شده رو بیشتر خواهیم دید. اما اگر روشمند باشه، یعنی هر کی سر جای خودش، نمیشه یک رسانه ای کار رو بدون ببین ما الان تو پرونده هایی داشتیم، روزنامه فیگارو، اصلا جریان آزاد اطلاعات در ایران زیاد نیست، قبول داریم رسانه های ایران زیاد نیستن، اما رسانه ای شدن، من از دوستان میخوام بپرسم آیا اگر رسانه ای که آزاد نیست در ایران یک خبری رو بدون هر گونه
نگاهی به چشمانداز کیس خبری بکنه، آیا الزاماً مورد وسوخ هست و باید بهش تکیه کرد یا خود پرونده با طرف بزنه؟ ما روزنامه فیگارو در پرونده خود ما، در پرونده مارشال و خانم عادل‌خواه، همون روزها که بحث آقای زن بود یه خبری رو مطرح کرد چون جریان آزاد اطلاعات بود، اما بسیار کار اشتباهی کرد و ضربه زد به پرونده‌ای که البته آقای دهخان، من اینو از منظر یک آدمی که فعال رسانه است میگم، برای خیلی از رسانه‌ها مسئله خبر مهمه، نه اینکه حالا بخوان فعالیت حقوق بشری بکنن یا چه تأثیری بر پرونده‌ها می‌گذارن. فقط من دو تا سوال خیلی کوتاه دارم، می‌خوام هر دوی آیون، آقای ملکی و آقای محمودیان به این جواب بدن. آقای ملکی، خیلی ها میگن که شما بیرون گود نشستین، در خارج از ایران هستید. آقای محمودیان و کسانی مثل آقای محمودیان هستن در داخل ایران دارن تلاش میکنن و اونها هستن که با پرونده ها از نزدیک روبرو هستن. آقای محمودیان کسانی هستن که میگن که شما درگیری های سیاسی دارید، نگران این هستید که در واقع براتون تأثیرات سیاسی داشته باشه، خودتون در خطر هستید و با کارهایی که میکنید ممکن هست که در واقع آب به آسیاب جمهوری اسلامی بریزید. هر دوی آقای میخوام نظرتون راجع به این حرفا بشنوم. آقای ملکی از شما شروع میکنم، با آقای محمودیان تموم میکنم. حالا این دوگانه خارج و داخل که واقعا بی موضوع هست، همین که الان داریم ما صحبت میکنیم با رسانه که در داخل ایران نیست خودش شاهد کافی است. نکته دیگه هستش که آقای محمودیان اگر همین رسانه ها، همین فشارهای حقوق بشری خارج کشوری ها نبود، اگر ایشون به جای سال 88 سال 60 در زندان بود، احتمال داشتش که الان خدای ناکرده زنده هم نباشن. ایشون ظاهرا درصد این مسائل رو در نظر نمیگیرن. ما یک مسئله هم بگم، لوتر کینگ یک جمله ای داره که میگه شما وقتی که یک نفر دزدی میکنه، به جای اینکه دزد رو محکوم بکنید، نباید برید مال باخته رو محکوم کنید که تو چرا مثلا پول توی جیبت بوده که این تحریک بشه که دزدی کنی. این که ما برمیاریم میگیم که جمهوری اسلامی مقصر، اما سعی میکنیم یک بخشی از تقصیر رو هم بندازیم به آقای ملکی. خیلی وقت کمه، اجازه بدین من یه دقیقه آخر بدم با آقای محمودیان. بگید آقای محمودیان. اولا که من فقط یه جمله رو اصلاح کنم، من اولین بار سال 78 زندان رفتم و نه 88. ببخشید داشتم سنتون رو کم میکردم. اگر آقای عمار ملکی فقط آقازاده هستند و پدر بزرگوار شریفی دارند، بنده از سال 78 زندان بودم. از سال 88 فعالیت حقوق بشری رو شروع نکردم. من سال 84 عضو انجمن دفاع از حقوق زندانیان بودم. از سال 86 برای موضوع کهریزک که اون طرح اراذل اوباش بود به اصطلاح، بارها مصاحبه کردم و فعالیت کردم. مربوط به 88 نیست. اما در جواب این سوال بگم، اساساً این دوگانه وجود داره ولی دوگانه مناسبی نیست. بسیاری از افرادی که داخل کشور هستند فعالیت مناسبی ندارن و افرادی که در خارج از کشور هستند فعالیت مناسب دارن و بالعکسش. هیچ کدوم از اینا به اصالت نداره به این معنا که چون فعال داخل کشور خوبه و چون فعال بیرونه بده و یا برعکس. هر کدوم از اینها میتونن فعالیت مثبت یا منفی داشته باشن. من تاکیدم بر اینه که اساساً فعالیت حقوق بشری اگر ابزاری بشه برای اینکه ما رقیب سیاسیمون رو حذف بکنیم، همین وضعیتی میشه که الان میشه، خون جوانای مردم. من برای مثال فقط اینو به عنوان مثال بگم، کسی که خانوادهش در تهران هستن، تو در ایران هستن و بازداشت شدن و در زیر حکم هستن، مسیج میده میگه که چیز نکنید، خبریش نکنید، یه وکیلی بگیرید بره با قوه قضاییه مذاکره بکنه، مشکل رو حل بکنه. اما در این حال در طی یک هفته که موضوع مثلا همین دوستان آبانی داغ بود و خبری بود، 10 بار به خانواده مسیج میده که تو با من مصاحبه کن، اگر مصاحبه نمی کنی درد دل کن، من برادرم خودش زندانه، باهاش مصاحبه بکن. اگر مصاحبه کردن، اگر رسانه کردن خوبه، من پیشنهاد میکنم بسیاری از این دوستان اول برای خانواده خودشون انجام بدن. من نه اینکه بد باشه، بسیاری از همونجور که آقای ملکی فرمودن، اگر همین موضوعات خبری نبود الان زندان‌ها به مراتب سخت‌تر از دهه 60 بود. موضوع اینه که موضوعی که اتفاق افتاده اینه که اطلاع رسانی بسیار خوبه، بسیار میتونه مفید باشه، به شرطی که در مجاری خودش و در زمانی اتفاق بیفته که و در کنترل کسانی باشه که بر پرونده ها احاطه دارن، از جمله وکلا. تأکید میکنم وکلا و از اونا بالاتر در اولویت اول خانواده هان که باید تشخیص بدن که این کار انجام بشود یا نشود. ممنونم آقایون، ممنونم از شما آقای محمودیان، ممنونم آقای ملکی و ممنونم آقای دهخان، ممنونم از شما که با این صفحه دو همراه بودید. شب و روزتون خوش.